توی اپل منو من فکر میکنم اسلیپ ری استارت و شاتدان کاملا مشخص باشه کاراییشون. فورس کویت شما مال زمانیه که یه برنامه مثل فرض کنید VLC رو دارید باش یه فیلمی نگاه میکنید، حالا این فیلم یه ممکنه گیر بکنه، از اینترنت درست دانلود نشده باشه یا هر چیزی، و بخواید اونو فورس کویتش بکنید، یا اگه بخواید با PC مقایسه بکنید ان تاسکش بکنید. اینجا شما فورس کویت رو میزنید و بلافاصله میبندون برنامه رو. شورت کاتش هم کامند آلت اسکیپ هست و خیلی راحت از اینجا، حالا من برای موویست این دفعه این کار رو انجام میدم. عنوان بالایی که بالای این فورس کویت هستش ریسنت آیتمز هست، آخرین برنامه ها، آخرین سنت ها، آخرین سرور ها و آخرین هارت های شبکه ای رو که بهش وصل بودید اینجا نشون شما میده. لوکیشنز شما برای زمانی که شما چند تا تنظیم شبکه متفاوت دارید و میخواید خیلی سریع اینجا سویچ بکنید. داک شما در واقع تنظیمات داک توی همینجا هستش، با خاطر این فکر میکنم نیاز به توضیحی داشته باشه، توی سیستم پرفرنسز با هم میبینیمش. و اما این سه تا تنظیم بالایی About This Mac اطلاعاتی در مورد این سیستم در اختیار شما میذاره، ورژن سیستم عاملش، CPU و رمش. اطلاعات بیشتری خواستید مور اینفو رو میزنید و حالا از اینجا میتونید باز سویچ بکنید اطلاعات بیشتری ببینید. اگر باز هم دیتیل بیشتری خواستید و جزئیات بیشتری خواستید میتونید سیستم ریپورت رو بزنید که دیگه اینجا خیلی دقیق تک تک قطعات شما رو به شما اطلاعات خیلی ریز میده ازشون. سافر آپدیت میاد سیستم عامل شما رو چک میکنه و آخرین آپدیت ها رو اگر نیاز باشه به شما میگه که براتون نصبش بکنه نکنه یا حالا چه تصمیم بگیره. اگر تازه به مک سویچ کردید اصلا توی این قسمت نگران نباشید، شما سیستم عاملتون سریال نمبر نداره که بخواد بپره یا حالا مشکلی براش ایجاد بشه، با خیال راحت هر چی مربوط به سیستم عاملتون هست رو میتونید شما آپدیت بکنید. عنوان پایینی که اپ استور هستش، شما توی این قسمت فیچرز میتونید بیاد ببخشید فیچرد میتونید بیاید ببینید آخرین برنامه هایی که برای اپل اومده چیا هستش و حالا اینجا اگه خواستید قیمت هاش رو ببینید یا مثلا ریویوش رو بخونید، حالا یا هر چیز دیگه که در تو این برنامه ها هست. اگر از اینجا شما برنامه دانلود بکنید، موقعی که اینجا بخواید آن اینستالش بکنید فقط کافیه آلت رو نگه دارید و این زبدر گوشه میاد و میتونید خیلی راحت از اینجا آن اینستالش بکنید. برای آپدیت کردنشون هم فقط کافی اینجا آپدیت رو بزنید و به طور مثال اینجا به من میگه الان امپلیرت نیاز به آپدیت داره و این برنامه رو من حالا باید هر چه زودتر آپدیتش رو دانلود بکنم. و آخرین عنوانی هم که توی اپل منو هست لاگ اوت هست. اگر چند تا یوزر از این سیستم استفاده میکنن برای سویچ کردنش میتونین شما لاگ اوت بکنید و اون یکی یوزر لاگ این بکنه.